فرانسه از جمله کشورهای اروپایی مدعی حقوق بشر است اما بررسی ها و اقدام های دولت این کشور نشان می حداقل در زمینه حقوق مسلمانان ادعایش درست نیست بررسی های دقیق انجام شده نشان می دهد. در یک سال اخیر نه تنها خشونت علیه مسلمانان در فرانسه کاهش نیافته بلکه بیش از پیش افزایش یافته است همکارم علی اکبری گزارش می دهد. بر اساس گزارش یک کمیته حکومتی در فرانسه حملات نجات پرستان علیه مسلمانان در این کشور در سال 2020 میلادی بیش از 52 درصد افزایش یافته است کمیته دولتی ملی مشورتی حقوق بشر در فرانسه در گزارشی اعلام کرد نتایج نظرسنجی بین فرانسوی ها نشان داد که 59 درصد از آنها اسلام را تهدیدی برای هویت فرانسه میدانند همچنین 72 درصد از شرکت کنندگان در این نظرسنجی معتقد بودند که مهاجران فقط برای بهره برداری از حمایت اجتماعی به فرانسه می آیند. در این گزارش با اشاره به اینکه اقدامات نجات پرستانه در سال 2020 به طور کلی 22 درصد کاهش یافته عنوان شده است که 888 اقدام نجات پرستانه علیه مسلمانان در این سال ثبت شده است. بر مبنای گزارش این کمیته دولتی اقدامات ضد یهودی نیز به میزان 21 درصد در سال 2020 کاهش یافته در حالی که اقدامات ضد اسلامی به میزان 52 درصد در همین سال افزایش یافته است در گزارش یاد شده به ثبت افزایش چشمگیر اقدامات نجات پرستان علیه آسیایی ها همزمان با ظهور همهگیری کرونا نیز اشاره شده است این نتایج در سایه حجم شدیدی اعلام شده است که امانوئل مکرون علیه اسلام و مقدسات اسلامی به راه انداخته است. علا رقم این که امانوئل مکرون در برخی سخنانش علیه مسلمانان کوتاه آمد اما با عذرخواهی از آنها مخالفت کرد. این در حالی است که تحریم کالاهای فرانسوی در کشورهای عربی همچنان ادامه دارد.